تا حالا به این فکر کردی که اگه یه روز همه ما از بین بریم، شاید هیچ کس توی این کائنات حتی خبردار هم نشه؟ جدی میگم، توی این دنیای بی نهایت زمین فقط یه نقطه کوچیکه، انقدر کوچیک که از بیرون اصلا معلوم نیست. ما فقط یه لکه محویم وسط یه کهکشان که خودش هم یکی از میلیاردها کهکشانه. ولی بذار یه سوال بپرسم، اگه میتونستی از همه چی فاصله بگیری و از بیرون به کهکشانی که توش زندگی میکنی نگاه کنی، حاضر بودی این کار رو انجام بدی؟ خب الان وقتشه. بیا از زمین بلند شیم، نه با راکت، نه با تکنولوژی فضایی، بلکه با ذهنمون، با استفاده از این شبیه سازی بر اساس داده های واقعی. اینجا روی سطح زمینه، همه چی آشناست، کوها، دریاها، آدمها. اما وقتی فقط چند کیلومتر بالا بریم همه چی عوض میشه. از جو زمین رد میشیم، صدای هوا قطع میشه، ماه تو دوردست پیداست و سیارات یکی یکی نمایان میشن. ناهید، بهرام، برجیس، هر کدوم یه دنیای مستقل. از سامانه خورشیدی بیرون میزنیم، از کنار پلوتو هم رد میشیم تا برسیم به ابر اورت، جایی که رسما میشه گفت دیگه از خونه جدا شدیم. اینجا دیگه هیچ نوری از خورشید نمیرسه، فقط تاریکی. اما خب همینه که سفرمونو خاص میکنه. حالا بریم عقبتر، خیلی عقبتر. آروم آروم از راه شیری فاصله میگیریم، از اون بازویی که خورشید درونشه دور میشیم و شکل کهکشانمون داره خودشو نشون میده. وایسا، نگاه کن دور و برا، این راه شیری، یه گرداب عظیم از نور و گاز و ستاره، یه طوفان مارپیچی تو دل تاریکی. از این فاصله زمین دیگه هیچی نیست، محو شده، و این یه جورایی هم ترسناک هم زیبا. اما هنوز اول راهیم. بیا تا با کهکشان خودمون و کهکشان همسایه بیشتر آشنا بشیم. الان دیگه اونقدر از راه شیری فاصله گرفتیم که داریم شکل کاملش رو میبینیم، مثل یه گردباد نوری عظیم که تو دل تاریکی میدرخشه. اما این فقط ظاهرشه. بیاید ببینیم تو دلش چی میگذره، مخصوصا لبه های اون و همسایه های کوچیکش. تا چند سال پیش دانشمندا فکر میکردن حاشیه کهکشان ها بیشتر جاهای ساکت و خالی هن. ولی وقتی تلسکوپ فضایی جیمز وب رفت سراغ قسمت های خیلی دوردست راه شیری، چیزای عجیبی دید. جایی به اسم لبه فوقانی یا همون ناحیه خیلی بیرونی کهکشان. این ناحیه چیزی حدود 58,000 سال نوری از مرکز راه شیری فاصله داره. برای مقایسه، خورشید ما حدود 26,000 سال نوری با مرکز فاصله داره. یعنی جیمز وب تقریبا دو برابر ما دورتر رفت. اما چرا اصلا رفت اونجا؟ چون ردهایی از ستاره‌های جوان و ماده خام ستاره‌ساز دیده شده بود، چیزی که هیچ کس انتظارش رو نداشت. وقتی تصاویر جیمز وب رسید مشخص شد حتی تو اون تاریکی ظاهراً بیجون زندگی هنوز در جریانه. ستاره‌هایی با عمر کمتر از 100 میلیون سال در حال شکل‌گیری بودن، درست در لبه کهکشان. این یعنی راه شیری هنوزم داره بزرگتر میشه، حتی از حاشیه‌هاش. حالا بیاید از کهکشان خودمون آروم آروم فاصله بگیریم و بریم سراغ همراه‌های کوچیکش. دو کهکشان اقماری معروف داریم که با چشم غیر مسلح هم از نیمکره جنوبی دیده میشن. ابرهای ماجلانی بزرگ و کوچک. اینا کهکشان‌هایی هستن که توسط گرانش بند راه شیری شدن و به دور اون میگردن. اما ظاهر ساده‌شون گولزننده است. جیمز وب یه نقطه خاص از ابر ماجلانی کوچک رو زیر نظر گرفت. منطقه‌ای به اسم NGC-346. یه توده عظیم از گاز و غبار پر از ستاره‌های در حال تولد. چیزی شبیه به زایشگاه ستاره‌ها. عجیب‌تر این که این ابر مقدار فلزات خیلی کمی داره. یعنی شرایطش شبیه به جهان اولیه‌مونه، وقتی هنوز ستاره‌ها تازه شروع کرده بودن به شکل‌گیری و جیمز وب دقیقاً به خاطر همین رفت سراغش. ببینه آیا تو همچین محیط‌هایی هم میشه ستاره ساخت یا نه. و جوابش مثبت بود. توی همون ناحیه دیسک‌های چرخان گاز و غبار دیده شد که نشونه احتمالی تشکیل سیاره‌هاست. یعنی حتی تو جاهایی که فکر می‌کردیم خیلی خام و ساده‌ن، احتمالاً سیاره‌های آینده در حال شکل‌گیری‌اند. یه جورایی انگار داریم گذشته خیلی دور رو زنده می‌بینیم. جالب‌تر این که تصاویر ترکیبی از تلسکوپ جیمز و هابل منظره‌هایی ساختن که شبیه نقاشی‌اند. نورهای آبی ستاره‌های جوان با رگه‌های قرمز غبارهای کیهانی قاطی شدن. حاصلش تصویرهایی که عمق و جزئیاتی داره که هیچ وقت ندیده بودیم. حالا دیگه از راه شیری فاصله گرفتیم. پشت سرمون یه کهکشان خیلی بزرگه و جلوی رومون هیچی.
یا حداقل چیزی که دیده نمیشه. خیلی ها فکر میکنن فضای بین دو کهکشان فقط یه خلأ خالصه، یه جای خالی که هیچ چیزی توش نیست، ولی خب این تاریکی از اون مدل هایی نیست که بی دلیل باشه. بین راه شیری و آندرومدا چیزی حدود 2.5 میلیون سال نوری فاصله است، ولی این فاصله یه بیابون خالی نیست. تو این فضا موادی هستن که با چشم نمیبینیمشون، اما حضور دارن و تأثیر میذارن. مثل چی؟ مثل گازهای رقیق، مثل ماده تاریک، مثل میدانهای گرانشی قولپیکر. جالبه که بدونی دانشمندا با استفاده از اثرهای گرانشی روی نور کهکشانهای پشت این ناحیه فهمیدن که تو همین فضا هم جرم هست. یعنی چیزی داره نور رو خم میکنه، چیزی که نمیبینیمش اما وجود داره. اینم یکی از نشونه های ماده تاریکه، یه چیزی که نمیدونیم دقیقاً چیه ولی بخش عمده ای از جرم جهان رو تشکیل میده. کم کم داریم میرسیم به اونجایی که خیلی ها براش لحظه شماری میکنن، جایی که از سکوت فضای بین کهکشانی رد شدیم و حالا داریم به یه قول نزدیک میشیم. اسمش آندرومداست، نزدیکترین کهکشان بزرگ به راه شیری و شاید در آینده نه چندان نزدیک شریک زندگی کهکشانیمون بشه. اول از دور نگاش کن، یه بیضی زیبا تو دل آسمون، ولی این فقط یه پوست است. واقعیت خیلی پیچیده تر از اینه. همین که بهش نزدیک میشیم، اول از همه وارد حاله بیرونیش میشیم. یه منطقه عظیم از گازهای داغ، ذرات باردار و حتی ستاره های تنها که دور تا دور این کهکشان کشیده شده. پژوهش‌ها نشون میدن این حاله اونقدر بزرگه که حتی تا 0.5 میلیون سال نوری امتداد داره. در واقع از همین حالا که واردش شدیم داریم با خود آندرومدا برخورد میکنیم، فقط نه به اون شکلی که انتظار داریم. وقتی بیشتر نزدیک میشیم، کم کم وارد بازوهای چرخانش میشیم. بازوهایی که نسبت به راه شیری خیلی مرتب ترن، انگار یه بار با وسواس چیده شدن. دلیلش چیه؟ آندرومدا تو گذشته چند تا کهکشان کوچکتر رو قورت داده، یعنی برخورد کرده، کشیده، هضم کرده. دانشمندا فکر میکنن حتی شاید خود آندرومدا هم نتیجه یه برخورد بزرگ باشه، چون مرکز اون دو هسته نوری داشت که ممکنه یادگار همون ادغام قدیمی باشن. اما بریم به سمت مرکز. اینجا یه سیاه‌چاله ابرپر جرم خوابیده با جرمی بیشتر از 100 میلیون برابر خورشید. اطرافش پر از ستاره‌های پیر و نورهاییه که از دل گازهای داغ بیرون می‌زنن. تلسکوپ‌های پرتو ایکس مثل چاندرا اینجا رو نگاه کردن و نشونه‌هایی از فعالیت‌های گرانشی شدید دیدن. امواج، لرزش‌ها و تغییرات ناگهانی توی دمای گاز. در همین حال تو نقاط دیگه‌ای از آندرومدا میتونی جاهایی رو ببینی که ستاره ها تازه دارن به دنیا میان. یه نمونش ناحیه ایه که گاز و غبار با چنان فشاری روی هم چسبیدن که منجر به انفجارهای ستاره ای شدن. این یعنی آندرومدا فقط یه پیرمرد ساکت نیست، هنوزم نفس میکشه، هنوزم داره ستاره سازی میکنه. جالبه بدونی برخلاف راه شیری که رشدش آروم تره، آندرومدا کلی ستاره جوون و پرحرارت داره. شاید به خاطر همینه که دانشمندا میگن این کهکشان هنوزم میل به گسترش و درگیری داره. حالا که حسابی تو دل آندرومدا غرق شدیم، وقتش سرمونو بچرخونیم و به اطرافش نگاه کنیم. آندرومدا تنها نیست، اصلا هم تنها سفر نمیکنه. دور و برش یه ارتش واقعی از کهکشانهای کوچکتر جمع شده، هر کدوم با هویتی جدا ولی تحت فرمان این قول بزرگ. به اینا میگن قمرهای کهکشانی، مثل ماه برای زمین ولی خیلی بزرگتر، پر رمز و رازتر و تاثیرگذارتر. M110 و M32 کهکشانهایی هستند که به دور این کهکشان قول میگردن. M32 یک کهکشان بیضوی فشرده است، اونقدر فشرده که ستاراش تقریبا به هم چسبیدن. انگار یک کهکشان بزرگتر بوده ولی بعد از برخورد با آندرومدا پوست و گوشتش کنده شده و فقط هستش باقی مونده. بعضی دانشمندا میگن M32 یه زمانی یه مارپیچی بوده، اما برخورد با آندرومدا اون رو پودر کرده. حالا M110 ظاهرش صافتره، اما اگه دقیق نگاه کنی ردهایی از غبار و ستاره های تازه توش هست. یافته های نوری و فروسخ نشون دادن که توی M110 خوشه های کروی هم پیدا میشن. نکته جالب اینجاست، به خاطر همین قضیه انگار M110 هنوز داره به آندرومدا ماده میده، یعنی از اون داره گاز و ستاره جذب کهکشان آندرومدا میشه.
یه جور رابطه تغذیه‌ای پنهون. کهکشان‌های کوتوله دیگه‌ای هم اطراف آندرومدا شناسایی شدن. تا الان نزدیک به 30 کهکشان کوتوله دیگه وجود دارن که مثل نقطه‌های محون، بعضی‌هاشون ساختار ندارن و بعضی دیگه فقط مجموعه‌ای از ستاره‌هان که چسبیدن به هم. دانشمندا با ترکیب داده‌های نوری و حرکتی دیدن که این قمرها تقریباً توی یه صفحه خاص دارن می‌گردن. یعنی اینطور نیست که هر کدوم هر جا خواستن برن، مثل یه صفحه نامرئی که همه در اون دارن حرکت میکنن. این نظم عجیب یه سوال بزرگ مطرح میکنه: آندرومدا چطوری این همه قمر رو به خط کرده؟ آیا خودش ساختتشون یا در گذشته یه جای دیگه بودن و کم کم به دامش افتادن؟ حتی نشونه هایی هست که نشون میده بعضی از این کهکشان های کوتوله در حال حل شدن توی آندرومدان، یعنی دارن کشیده میشن، ستاره هاشون پخش میشن و توی ساختار اصلی آندرومدا جذب میشن. به این فرایند میگن ادغام کهکشانی آرام. خیلی شبیه به بلعیدن نرم و بی صداست، ولی در ابعادی که عقل آدم سوت میکشه. تا اینجا آندرومدا رو از نزدیک دیدیم، قمرهاشو شناختیم و حالا وقتش این سوال رو بپرسیم: ته این داستان قراره چی بشه؟ آیا راه شیری و آندرومدا قراره با هم برخورد کنن و یه جور آخر زمان کیهانی راه بندازن؟ یا شاید اصلا چنین چیزی اتفاق نیفته؟ تا همین چند سال پیش پاسخ خیلی روشن بود: بله، قراره برخورد کنن. دانشمندا گفته بودن حدود 5 میلیارد سال دیگه این دو کهکشان با هم ادغام میشن و یک کهکشان بیضوی بزرگتر تشکیل میدن. تصاویر شبیه سازی شده هم اینها رو نشون میداد که بازوهای مارپیچی قراره پخش بشن، یه هسته جدید به وجود بیاد. همه چی خیلی دراماتیک به نظر میرسید. اما مثل خیلی چیزای دیگه تو کیهان، این هم اونقدرها قطعی نیست. بررسی‌های تازه‌تر، مخصوصاً با استفاده از داده‌های دقیق‌تر تلسکوپ‌های مدرن مثل تلسکوپ فضایی جیمز وب و همچنین پروژه‌های مرتبط با اندازه‌گیری دقیق موقعیت و سرعت آندرومدا، یه تصویر دیگه جلوی چشم ما گذاشتن. ما می‌دونستیم که آندرومدا با سرعت حدود 110 کیلومتر بر ثانیه داره به سمت ما حرکت می‌کنه. اما چیزی که تا همین اواخر خوب اندازه‌گیری نشده بود، حرکت جانبی یا افقی آندرومدا بود. یعنی یا مستقیم به سمت ما میاد یا فقط از کنار ما رد میشه. جیمز وب کمک کرد تا حرکت دقیق‌تر ستاره‌های دور در آندرومدا اندازه‌گیری بشه و این اطلاعات با داده‌های قبلی ترکیب شد. نتیجه چی بود؟ احتمال برخورد مستقیم شاید خیلی کمتر از چیزی باشه که فکر می‌کردیم. یعنی به جای یه تصادف رو در رو و شدید، ممکنه دو کهکشان فقط به هم نزدیک بشن، دور هم بگردن یا شاید از کنار همدیگه عبور کنن. وقتی از فاصله میلیون‌ها سال نوری به کهکشان نگاه می‌کنی، یه چیزی تو ذهن آدم تکون می‌خوره. زمین، سامانه خورشیدی، حتی خود راه شیری، همشون فقط ذره‌هایی‌ان توی بوم نقاشی عظیم. اون چیزی که تا دیروز برات بزرگ و مهم بود، خونه، شهر، مشکلات، زمان، همش از دور کوچیک و کمرنگ میشن. اما یه چیز تازه پدیدار میشه، اون چیزی که باعث میشه برگردی ولی دیگه مثل قبل نباشی. شاید هنوز توی خونت نشستی ولی ذهنت یه پرواز چند میلیون سال نوری رو پشت سر گذاشته و حالا برگشتی با یه دید ساده، با یه سوال ساده ولی عمیق: من کجای این بی‌نهایتی ایستادم؟